سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. بیش از یک هفته از اتفاقات سفارت باکو در تهران و حاشیه‌هایی که بعدش داشته گذشته، حرفای مختلفی در رسانه‌ها مطرح شده. یک مسابقه کشتی بین بازیکن ایران و باکو بوده که بازیکن باکو حضور پیدا نمی‌کنه. بعضی‌ها گفتن مصدوم شده، بعضی‌ها گفتن آمدانه بوده. کمی بعدتر عکسی منتشر شد از چهره این بازیکن با چشمی که ورم کرده، نشون میداد با این حالت توی زمین نمیتونسته بیاد و هزار یک بحث دیگه. چقدر از این مسائل احساسیه و عصبیه، چقدرش واقعیه، باید مفصل و تک به تک بررسی بشه. اما یک نکته خیلی مهم وجود داره و اون نکته این هست که الان داره اتفاقاتی رخ میده که این اتفاقات میتواند پیامدهایی برای منطقه داشته باشد و این اتفاقات آمدانه است و این ابهام رو در ذهن خیلی ها به وجود آورده که اتفاق سفارت باکو اتفاقی بود که خودشان رقم زدن برای اینکه به چیزهایی برسن، یا اتفاقی بود که حالا میخوان ازش بهره برداری بکنن که از خط قرمزهای عبور بکنن. دقیقاً یعنی چی شد؟ دوتاش تقریبا یکی هست، که خودشون رقم زده باشن بخوان از خط قرمز عبور کنن، چه نه رقم خورده باشه بخوان بهانه‌ای به دست بیارن برای اینکه از خط قرمز عبور کنن. تفاوتی نداره، اینا یه سری خط قرمز داره، هشدارهایی هم داده گفته، اینها باید رعایت بشه. که الان تقریبا همه اینها رو باکو با رفتاری که داره نشون میده داره یادآوری میکنه که اراده کرده است زیر پا بگذارد. اجازه بدید قبل از اینکه بریم گزارش رو هم بررسی بکنیم، یک بار بریم مرور کنیم ببینیم چی اتفاق افتاده. 25 سال پیش یک آقایی به نام یاسین با یک خانم به نام گلنار از کشور باکو ازدواج میکنه. آقا اهل مرند بوده، خانم همونطور که عرض کردم اهل باکو بوده. آنگونه که میگویند به دلیل برخی اختلالات روانی در زندگی اینها اختلالاتی و اختلافاتی پیش میاد. همسر به همین دلیل فروردین ماه مراجعه میکنه به سفارت باکو، درخواست میکنه که به کشور باکو بره. با فرزندانش تا 7-8 روز قبل از همین درگیری ها در ارتباط بوده. یاسین چندین بار به سفارت مراجعه میکنه، درخواست میکنه برای اینکه همسرش رو ببینه و اعتراض میکنه که همسرش به سفارت اومده بعد برنگشته. و همین الان یک سوال بسیار جدی وجود داره. ابتدای درگیری هایی که پیرامون این مسئله در فضای مجازی پیش اومد، فوراً رسانه های نزدیک به باکو، یعنی حدود 30 دقیقه بعد از این ماجرا و این حادثه که در سفارت باکو اتفاق افتاد، فوراً 30 دقیقه 40 دقیقه بعدش اینا اومدن تو رسانه‌هاشون گفتن خانم این آقا مصاحبه کرده، گفته این آقا عضو سپاه قدس بوده، عضو مدافعان حرم بوده و همچین کسی به سفارت ما حمله کرده. دمت گرم، ازت ممنونم. یه عکس از خانم این آقا به ما نشون میدیم، ببینیم خانم اصلا کیه. من نمیگه باش مصاحبه کرد، یه عکس نشون بده ببینیم کیه. ماجرا شبیه هست به ماجرا خاشقچی، یک نفری رفته توی سفارتی دیگه هیچ خبری ازش نیست. آیا ممکن است در کشور باکو باشه؟ بله. آیا ممکن هست در یک جایی محدود شده با فرزندانش با خانوادهش در ارتباط باشه؟ بله. آیا ممکن است کلا آزاد باشه؟ بله، همه اینا ممکنه. چرا هیچ عکسی تصویری چیزی از این آدم نیست؟ بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق افتاده. 9 ماه این آقا مراجعه میکنه به سفارت باکو، درخواستایی رو مطرح میکنه تحت عنوان که اطلاعاتی از همسرم من بدین که من بفهمم چه اتفاقی افتاده. آخرین باری که مراجعه میکنه، کارمندان سفارت باکو این شهروند ایرانی رو به شکلی بسیار بی‌ادبانه از سفارت پرت میکنن بیرون جلوی چشم فرزندانشون. آخرین باری که حمله کرد به سفارت، فرزندانش توی ماشین بودن. بار قبلی هم احتمالاً فرزندانش داخل ماشین بودن. جلوی چشم فرزندانش این آقا رو پرت میکنه از سفارت بیرون. این فرد اونجا به این جنبنده میرسه که باید با یک ادبیات دیگری بیاد با سفارت صحبت بکنه و مطالبه بکنه، پیگیری بکنه ببینه همسرش کجا هست. آ، کلیت ماجرا به چه شکله؟ عملیات تروریستی بوده، عملیات خرابکارانه بوده، یک نفری شخصا تصمیم گرفته. ببینید، سالهاست باکو داره این پیام رو به مردمی که در شمال غرب ایران هستن مخابره میکنه که شما برادران ما هستین، خواهران ما هستین، اصلا هیچ ارتباطی با حکومت ایران هم. ببین شما 50 میلیون، 60 میلیون، 70 میلیون، 75 میلیون از جمعیت 80 میلیونی ایران رو تشکیل میدید، ما 75 میلیون ترک داریم، پس شما از ما هستید. خب دمت گرم، اصلا همینم هم میخوایم بپذیریم. خب احمق، تو 10 میلیون نفری، اگه اینا 75 میلیون باشن تو از اینایی، چقدر تو کودنی، چجوری اقلیت میخواد بر اکثریت غالب پیدا بکنه؟ نقشه های تاریخی میگه تو بخشی از اینها بودی، جمعیت میخواد در زمین تو بخشی از اینا بودی دیگه. چرا خودتو به خریت میزنی؟ نه، او در حوزه رسانه‌ای فضا رو بستر رو فراهم دیده، همینا رو بگه. اینا رو گفته، یک آقای پیدا شده باور کرده، یک نفر از این جمعیتی که از شمال غرب کشور ما، عزیزانی که دارن زندگی می‌کنن، باور کرده، اومده یک زندگی تشکیل شده است، یک پیوندی بین یک نفر از ایران و باکو و خروجی شده، این نهایت این پیوند شده اینجا. بریم جلوتر. بعد از همه اینها یک جو ویران انداختن. شما بهتر از من در جریان هستین که این ماجرایی که رخ داده اقداماتی بوده از سوی نیروهای ایران علیه باکو، می‌خوان برادری ما رو به هم بزنن. و برادری شما رو هم به هم بزنن، برای چی این کاری کرده؟ خواسته به شما ضربه بزنه؟
در داخل کشور شما سفارت نداره، اگه تو تهران به سفارت شما ضربه بزنه تو نمیتونی تو کشور خود به سفارتی ضربه بزنی. پس تا اینجای کار این احمقانه است که بگیم ایران ضربه ای زده که حالی گرفته باشه. تو کشور سالس نمیتونه انجام بده، تو کشور خودش انجام داده که برید تو مجامع بین المللی شکایت بکنید، سوژهش بکنید. شما تو بوداپست سال 2004 با تبر یک ارمنستانی نظامی رو کشین، یک نظامی باکو این کارو کرد که حبس ابد اونجا محکوم شد، بعد از مجارستان آزادش کردن، رفت باکو الهام علیف، اونجا به اصطلاح خودمون اجازه داد که این آدم به طور کامل آزاد بشه، عفوش کرد. شما همچین فجایعی رو در داستانهای خودتون تو سالهای اخیر دارین و چیز واضحی که مشخص اصلا ربطی به ایران نمیتونه داشته باشه. چرا میگم ربطی نمیتونه داشته باشه؟ چون منافع ایران رو تامین نمیکنه، داری ربط میدی به ایران. بریم جلوتر. بعد از همه این ماجراها یک جو ضد ایرانی در باکو اتفاق میفته. خب بخشش ممکنه عصبی باشه، اما وقتی فضا رو بررسی میکنیم و مسیری که اینها دارن طی میکنن رو مرور میکنیم، متوجه میشیم که نه، این عصبی نیست، این میتونه علتهایی داشته باشه. دقت بکنید، بعد از این جو ضد ایرانی که اتفاق میفته، اینها اعلام میکنن که سفارت در تهران بسته، کنسولگری در تبریز ادامه فعالیت خودش رو پیگیری میکنه. خب اینو تا اینجا کار داشته باشین. یه اتفاقی توی باکو الان داره رخ میده، افرادی هستن رفتن مسیری رو سد کردن، یک مسیری رو بستن و به بهانه این مسیری که بستن دارن کارهایی میکنن که میتونن تنشی بین باکو و ارمنستان به وجود بیاره. الهام باکو اخیراً اعلام کرده که این جوانها کاری که دارن انجام میدن به اصطلاح خود میگه کار غیرتمندانه است، من ازشون حمایت میکنم. حالا سوال من اینه، شما در تبریز کنسولگری خودتو باز گذاشتی، در تهران سفارتو بستی، ممکن هست که ایرانی ها بیان اعلام بکنن بگن در تبریز هم سفارت کنسولگری رو ببند، جمع کن برو و تو هم همین کارو انجام بدی. بعد در همین بازه زمانی که تو همچین کاری رو انجام دادی، جوانانی الان دارن کارهای انجام میدن، باکو اینا رو گردن نمیگیره. باکو میگه که نه، اینا خودجوشن، من حمایت میکنم. ممکن هست جوانانی به سفارت ایران در باکو حمله بکنن، بعد باکو بیاد اعلام بکنه بگه این کار جوانان خودجوش بوده، ما علتو محکوم میکنیم، ولی اینا احساس میکردن که اینجا سفارت جاسوسی هست برای ارمنستان، کمک بکنن به ارمنستان، ما حمله کردیم بهش. همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته. من حس میکنم که یکی از احتمالاتی که با توجه به رفتاری که باکو داره به خرج میده و با توجه به تلاش هایی که دارن انجام میدن برای اینکه مردمی را جلو بندازن علیه ایران، این میتونه یکی از احتمالات باشه. حالا بریم جلوتر ببینیم کجای پازل اینها تعریف میشه. چند تا کار رو میخوان رقم بزنن و چند تا کار داره رقم میخوره. یک، به بهانه فردی که دست به سلاح برده و در سفارت باکو در تهران عملیات کرده، اینا تعدادی از نیروهای مذهبی و ضد حکومتی در باکو رو بازداشت کردن، اومدن گفتن آقا شما با حاکمیت ایران داری کار کن. بخشی کار رسانه‌ای داشتن میکردن، هیچ ربطی به این مسئله نداشته، منتقد به حاکمیت بودن، شیعه هم بودن، اومدن همه رو بازداشت کردن، گفتن آقا شما با حاکمیت ایران داشتید همکاری میکردید، کار تروریستی میخواستید بکنید، ما اینو فهمیدیم. بخشی دیگر رو سعی کردن به همین بهانه بازداشت بکنن، فعالیت‌های خودشون، پیوندهای خودشون که با رژیم صهیونیستی دارن رو تلاش کردن در فضای رسانه‌ای بیشتر بولد بکنن. همزمان یک اثر نظری از سوی مقامات ترکیه مطرح شده. مقامات ترکیه در روزهای گذشته اعلام کردن که آقا این زنگزور باید افتتاح بشه، اون به زودی انجامش میدیم. چرا باکو اینو نمیگه؟ چون جیگرش نداره. چون به باکو این هشدار داده شده که آقا اگه همچین چیزی بخواد اتفاق بیفته، جغرافیای منطقه داره هم میخوره و ما نسبت به این واکنش خواهیم داشت. چرا ترکیه مطرح میکنه؟ خیلی مشخصه، باکو از ابتدا ابزاری بود، ابزار مستعمره ترکیه و رژیم صهیونیستی بود. اینا نیازهایی در مقابل ایران داشتن، اگر مستقیم کلکل میکردن هزینه‌اش رو باید پرداخت میکردن. گفتن یک کشوری که صاحبی ندارد، یک عیاش قمارباز در رأسش ایستاده، اونو میندازیم جلو، تحریک بکنه، رسانه میاریم پای کار، با ایران کلکل بکنه، ایران دهن به دهن اونا بذاره، ما کنار وایسادیم نگاه میکنیم. اگر شکست خوردن، اگر هزینه‌اش رو دادن، اگر دولت اینها، ارتش اینها جایی که خواستن غلط اساسی رو انجام بدن، سیلی محکم خوردن، کاری نداره، الهام علیف رو میفرستیم یک کشور اروپایی، بره به زندگیش برسه. عیاش قمارباز این همه شکست خورده تو زندگیش، اینجا هم شکست بخوره، ولی ما پولش رو بهش میدیم. اگر هم پیروز شدن که چه بهتر، یک کوریدور جدید رو روی میز منطقه گذاشتیم، ما نیابتی ایران رو به چالش کشیدیم. این خیلی ماجرای مشخصی درسته. بریم جلوتر. آن چیزی که بسیاری الان دارن پیرامون صحبت میکنن این هست که شما در فاز رسمی کشور سعی میکنی خط قرمزهایی رو رعایت کنی. برای مثال من مستقیما به مقامات دیگر کشور رو توهین نمیکنم، حرف رکیک دربارشون نمیزنم، تلویزیون رسمی ایران کار نمیکنه. اولا شأن تلویزیون رسمی ایران نیست، دوم تجربه شما نمیکنه این با چه ادبیاتی داره صحبت میکنه درباره مثلا مقام اول افغانستان، مقام اول باکو، مقام اول ترکیه. خب خیلی عجیب غریبه. باکو همه این خط قرمزها رو به ویژه در یکی دو هفته گذشته ازش عبور کرده، با یک ادبیات بسیار رکیک درباره شخص اول ایران داره در تلویزیون باکو صحبت میشه. بسیار تعجب‌آوره. همه میدونن که در حملات رسانه‌ای به چهره‌های سیاسی به ویژه مقام اول یک کشور، مقام عالی یک کشور،
مستقیما حمله نمیشه، سعی میکنن ادبیات رو رعایت کنن. اینها همه این موارد رو در همین ایام اخیر زیر پا گذاشتن. این نشون میده که اراده ای آنجا وجود دارد برای اینکه خط قرمزهایی رو ازش عبور بکنن. یک اقدام تهاجمی علیه ارمنستان احتمالش مطرح هست که اتفاق بیفته، ایجاد کریدور زنگزور احتمالش هست، خیلی ها میگن ممکن اتفاق بیفته، و اینها اقداماتیه که ممکن است بعد از ناآرامی که در سفارتشان در تهران اتفاق افتاد بخوان رقم بزنن. آ یه سوال دارم، این حمله که به سفارت شد به نفع ایران بود یا باکو؟ خیلی واضحه که این حمله به نفع باکو بوده، ظاهرا منفعتی برای ایران نداره. اینا چیزهایی در ذهنشون بود دارن محقق میکنن. حالا سوال اصلی من اینجا هست، چه کسانی پشت این حمله بودن؟ فهم کنم الان بتونیم راحت‌تر به این سوال پاسخ بدیم دیگه، خیلی واضح‌تر بتوانیم بپردازیم آن چیزی که اتفاق افتاده. من قبلش داخل پرانتز یه چیزی رو بگم، بعد در نهایت این رو جمع‌بندی خواهم کرد. یک بحثی داره در افکار عمومی مطرح میشه تحت عنوان که آقا باکو دقیقاً همون نقشی رو برای اسرائیل بازی می‌کنه که حزب الله لبنان داره برای ایران بازی می‌کنه. ببین طنزترین چیزی که باکو می‌تونه در فضای فارسی زبان در قالب یک کاور به خودش بپوشاند همینه، و اشتباه‌ترین حرفی که درباره باکو داره زده میشه همینه. باکو گروگانی هست که اگر ضربه ببینه بابای اسرائیل در میاد، یا نه نیروی پیشقراول اسرائیل، کدومشه؟ در رسانه دارن میگن دومی، میگن پیشقراول اسرائیل. ببین اینو اسرائیل گذاشته مثل حزب الله. عزیز دل 40% نفت اسرائیل رو این داره تامین میکنه، بخش اعظمی از انرژی اسرائیل رو این داره تامین میکنه، بخش قابل توجهی از دارایی های اسرائیل در مراودات اقتصادی از اینجا داره تامین میشه. یه خورده با زیرساختای این بازی بشه قبل از اینکه باکو بگه آخ بابای صهیونیست در اومده. این نقطه ضعف بزرگی اسرائیل، کدوم احمقی میاد بزرگترین دارایی خودش رو در حوزه اقتصادی بغل گوش دشمنش بذاره؟ شما فقط در یک شرایطی همچین کاری میکنی که دشمنت بیش از حد در دسترست باشه، یعنی میدونی اگر اونجا به اون منفعت خاص ضربه بزنه، تو میتونی ضربه متقابل بزنی. رژیم صهیونیستی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خودش در حوزه اقتصادی رو آورده اینجا. من اگه بخوام یه خورده با این بازی بکنم، قبل از اینکه باکو آسیب ببینه داد تو در میاد، فریاد تو در میاد، این اصلا شباهتی به موقعیت لبنان نمیتونه داشته باشه. بزرگترین نقطه ضعف تو این هست که باکو بخواد ناآرام باشه، چون وقت تو با چالش های جدی روبرو خواهی شد. این رو لازم بود من خدمت شما توضیح بدم که ببینید فضای باکو به چه شکلی، این احمقا در حوزه رسانه دارن چگونه وارونه ماجرا رو جلوه میدن، در صورتی که اگر بخواهد فضا به شکلی پیش برود که اینا بخوان با جغرافیای منطقه بازی بکنن، اینا که میگن منظورم اردوغان و رژیم صهیونیستی، به وسیله باکو بخوان بازی بکنن با این داستان، هزینه‌های سنگینی خواهد داشت که از پس پرداختش بر نمیان. اما نکته نهایی که میخوام خدمت دوستان خودم یادآوری کنم این هست، اینم یک بحث جالبی پیش اومده، تو تلگرام هم سعی کردم بهش بپردازم، پیرامون این که در قبال باکو چه باید کرد. آیه محسن رضایی توییتی رو ارسال کرده بود، در این توییت اشاره کرده بود به این که آن چیزی که باید اتفاق بیفته این هست که مسئولان باکو یادشون بیفته که یک پیوند هویتی جغرافیایی تاریخی با ایران دارن، و از کسان قبلی که توصیه های برادرانه رو رعایت نکردن درس بگیرن و بفهمن که اونها چه سرنوشتی رو بهش دوچار شدن. دیاکوی حسینی اومده یک توییتی زده، گفته که آقا تجربه عراق بعثی و رژیم اسرائیل نشان داده که رهبران گسترش طلب را نمیتوان با توصیه دلجویی و امیدواری به رعایت اصل برادری و حسن همجواری تسکین داد. دمت گرم، حرف بسیار خوبی زدی، با اینکه به لحاظ تفکری اصلا هیچ شباهتی نداری به جریاناتی که جریانات انقلابی محسوب میشن، ولی حرف تا اینجای کار دقیق بوده. منتها دیاکوی حسینی در ادامه در نقد محسن رضایی میگه که پیمان دفاعی با ارمنستان، رایزنی با ایروان برای برپای استحکامات نظامی و تقویت بازرگانی تنها راه مهار تهدید است. ببین مقدمه ای که پیش آوردی خیلی خوبه، ولی تو جمع‌بندی یا این که داری به اصطلاح خودمون آدرس غلط میدی یا نفهمیدی چی داره اتفاق میفته. هنوز که هنوز این سوال جدی وجود داره. در روزهای پایانی نبرد قره‌باغ خیلی ها میگفتن آقا جون چند تا جنگنده ارمنستان خریده گذاشتی کنار، ته داستان چیه؟ توی دعوا ته داستانی که خاک کشورتو نبرن دیگه، تو جنگنده‌هاتو به پرواز در بیار، برو عملیات کن. اگه تونستی عملیات موفق بکنی که خب هیچی، پیشروی ما شروع میشه. اگر نتونستی عملیات موفق بکنی، ته داستان این بودی که خاکی کشور نبرن. تو چیزی از دست نمیدی، جنگنده‌تو زده تموم شده رفته. هنوز که هنوز در ارتش ارمنستان این سوال جدی وجود داره، چرا نخست وزیر ارمنستان در اون بازه زمانی اجازه پرواز جنگنده‌ها رو نداد؟ این فرد در یک جای اومد اعلام که گفت اینا اصلا گلوله برای شلیک نداشتن. بعدن روسی گفت آقا این حرفای مفت چی اینجا مطرح شده، چرا گلوله نداشتن؟ هم گلوله داشتن هم آماده عملیات بودن، همه چیز داشتن. شما نخواستی به پرواز در بیاری، چرا دروغ مطرح میکنی؟ یه سوال جدی وجود داره، این وسط پاشینیان داره چیکار میکنه؟ به عنوان یک مقامی هست که میخواد از
مردم کشورش دفاع کنه، مردمی که اتفاقا حساسیت دارن، اراده دارن برای تقابل، یا نه یک آدمی که بخشی از بازیه، بازیگر این بازیه. ببین شما این مسئله رو اگر درست هضمش نکنی نمیتوانی برای مسئله آذربایجان راهکاری داشته باشی. فهمیدی چی شد؟ پس اینجا ما نیاز داریم که آن کسی که دارد گستاخی به خرج میدهد، عیاش و قماربازی که جلو انداخته شده، تنبیه بشود. بله من اینو میفهمم، اما آیا ارمنستان راهکار است؟ باید بری بررسی کنیم کدام ارمنستان، ارمنستان پاشینیانی که بارها و بارها ترمز این مردم رو در دفاع از خودشون کشیده، یا ارمنستانی که اراده دارد اقداماتی انجام بدهد. من فکر میکنم این داستان پاشینیان هم بخشی از ماجرا هست که باید اینجا حل بشه. من امیدوارم این چیزهایی که رخ داد برای ما همراه با برکت باشه. چرا این حرفو دارم میزنم؟ باکو چند سال در کنار ما هست؟ چند سال شما میتونید مثال بزنید ما اینطوری درباره باکو حرف زده باشیم؟ 100 سال پیش مال شما بوده اصلا درباره صحبت نمی‌کنید. شما درباره لبنان صحبت می‌کنید، درباره باکو صحبت نمی‌کنید. خب الان این اتفاق خوبیه، این توجه ما رو جلب کرد، شاخک‌های ما رو تیز کرد. ما به این نیاز داشتیم، ما به این داستان نیاز داشتیم و خدا رو شکر که دشمنان احمق ما این فضا رو رقم زدن. درباره اردوغان هم یه چیزی رو یادآوری بکنم. این احمق که این روزها الهام باکو رو جلو انداخته، همون کسیه که وارد هر نبردی خواسته بشه، پر سر و صدا وارد شده، گفتن آقا اینا دارن میان عملیات بکنن. بعد با یک باد خالی شده ای بلند شده از اون میدان نبرد رفته بیرون، هیچ غلطی هم نتونسته بکنه. مثال مطرحش بخوام بزنم سوریه، صدها مثال دیگه هم در این منطقه میشه زد. این آدم ورود پر سر و صدا و شکست های مفتزهان است. همه ی داستانی که داره برای ما اینجا اتفاق میفته برکت است، برای ما برکت است و در بلند مدت خیلی ها به این مسئله خواهند رسید. من نکته دیگه ندارم. اگر احساس کنید نکته ای هست حتما در قالب پیام برام بفرستید، کمک بکنید گزارش با پیام های شما کامل تر بشه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.